یک سوال اینجا مطرح میتونیم بکنیم و اون هم این است که آیا خداوند از روی نقشه و طرح و برنامه این خلقت رو طراحی کرده یا نه دیمی بوده؟ یعنی اصلا قرار نبوده ما اینجا باشیم، ولی در بهشت یه دفعه ما گول خوردیم و نقشه خداوند عوض شد، درسته؟ نقشه خداوند یه دفعه عوض شد، اصلا قرار نبود ما اینجا باشیم. به خود آمد دید که ای داد ویداد کار از کار گذشته و ما از میوه این درخت خوردیم. حالا لج و لجبازی بین خدا و شیطان آغاز شد، گفت که من علم میکنم، این گفت من یک نفر نمیذارم بره اونجا، اون گفت حالا ببین، این گفت حالا، بعد یعنی ما محصولی شدیم بر لج و لجبازی بین خدا و شیطان. آیا اینطوریه؟ ببینید، نسبت دادن هر کار عبث و بیهوده و دور از طرح و برنامه به خداوند محال ممکن. ما الان یه ساختمان بسازیم، هزار جور روش طرح و برنامه می‌ریزیم. یه ماشین درست کنیم، هزار جور روش تست و آزمایش و مانوت با این بر و اون بر، و تا وقتی که این اجازه تولید بگیره بگن آقا بیا بیاد. چجوری ممکنه این هستی بدون طرح و برنامه و محصل لج و لجبازی بین خدا و شیطان باشه و هدفی پشتش نخوابیده باشه؟ حالا خصوصا اینکه ما در عمل با شعور الهی، با هوشمندی حاکم بر جان هستی، کار عملی انجام دادیم، دیدیم که چه هوشمندی عظیمیه در واقع پشت این قضیه خوابیده و ما با سر و کار داریم. درست شد؟ پس اینها پایه‌های یک مسائلی هست که ما پی به هدفمند بودن خلقت ببریم. خود این قضیه پله و پایه‌ای هست برای اینی که ما تضادمون رو با خدا حل کنیم. چرا؟ چون همونطور که میدونید همه انسان ها نسبت به خدا در تضاد هست، نسبت به عدالتش، نسبت به عبادتش، نسبت به همه مسائل. خب پس اینا پله 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 باید ما هر فصل بکنیم تا مقدمه صالح شدن رو فراهم بکنیم و در این رابطه، در مقدمه صالح شدن، اولین صلح و راحت‌ترین صلح، صلح با خدا و صلح با خود و صلح با هستی و بعد آخر زمین و خان اصلی، صلح با دیگران هست.